همزمان با افزایش ارزش دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی، قیمت مواد غذایی در بازار هرات بار دیگر افزایش یافته است. برخی از شهروندان هرات میگویند با اندک نوسان در ارزش پول ملی، بهای مواد غذایی به گونه سرسام‌آور بلند می‌رود و آنان توان خرید این مواد را ندارند. از سوی هم اتحادیه صرافان هرات میگویند برای کنترل ارزش پول ملی در مقابل اسعار خارجی باید در تمام زون‌های کشور دلار اعلام گردد. در غیر آن ثبات پول ملی پایدار نمی‌باشد. نوسان ارزش پول ملی در مقابل اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی. در این هفته ارزش دلار در برابر پول افغانی از 70 افغانی به 76 افغانی رسید و این روند سودی باعث بلند رفتن قیمت مواد غذایی در بازار هرات شده است. دکانداران میگویند قیمت یک کیسه آرد 50 کیلویی از 1300 افغانی به 1500 افغانی، یک بشکه روغن 10 لیتر از 720 افغانی به 800 افغانی و قیمت هر کیلو غلات 50 افغانی افزایش یافته است. دلار بودک به 70 بودک، قیمت ها خوب بود، ثابت بود. مثلا روغن مرتقه می خرید به 700 روپیه، 720 روپیه، 730 روپیه. حالا که دلار بالا رفته، حال روغن بشده به 800، 810 روپیه. بازار به 69 روپیه بوده. جنس به همین قیمت بود. به می قیمت پایین بود. دم یک دن که به 76 چی برسید، یک دن بوجی آرد 150 ریفه 200 ریفه بالا را. این مردم غریب بیچاره کار غریبی ندارم، اما بیکارن، چه کار کنن؟ از جانب دیگر تغییر پیوسته ارزش پول ملی با انتقاد شهروندان و فروشندگان در هرات روبرو شده است. برخی از شهروندان هرات میگویند با بلند رفتن ارزش دلار قیمت مواد غذایی به گونه سرسام‌آور بلند می رود، اما با کاهش دوباره ارزش دلار در قیمت مواد تغییرات چشمگیر نمی آید. آنان تاکید می کنند که بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی سبب می گردد که زندگیشان را با دشواری سپری کنند. تجارانو تا باید سم لار برو بخودر چی و دولت نمو خواهش داده چی تجارانو سر قانونی چلند بکی. دلار چه کل ایوه روپی جگی گی نرخونه ور سر آسمان تخیزی او که کل لس روپی کته کی گی نرخ پا همه دای ولار بی نو دا ده تجارانو هیچوک نشی من لی دا دولت باید ده غم مخوری او دولت ده تا باید توجه کنی. والا قیمت ها خوب بسیار افزایش پیدا کرده، خودمو وسیله داریم از خاطر که قیمت اما تلش نداره، ما وسیله خود را رانده نمیتونیم. فعلا میبینه که پیاده مرا میره با ویزه ایران داریم، به خاطر قیمت ها دیگه ما اما خرج خود را نداشتیم، قبلا امنیت نداشتیم، فعلا نان برای خوردن نداریم. با این حال صرافان هرات باورمندند که لیلام دلار تنها در کابل از سوی افغانستان بانک تاثیر چندان بر کاهش ارزش دلار در مقابل پول افغانی ندارد و بهای دلار رو به افزایش است. آنان تاکید میکنند که برای کنترل و با ثبات نگه داشتن ارزش پول ملی در مقابل اسعار خارجی باید در تمام زون‌های کشور دلار لیلام گردد. البته ما چندین بار پیشنهاد کردیم، باز هم از طریق شما به بانک مرکزی و وزارت ملی و مسئولین امارت اسلامی پیشنهاد میکنیم که اگر بشه که به 4 کلانشهر یا 4 زون ای لیلامیا صورت بگیره، تاثیرات بیشتر به بازار قرار میده. چرا که وقتی که مرکز ای تزریق میشه و ای پول به بازار، خود اثرات آنچنانی به بدگی والتا نداره. بانک مرکزی کشور روز چهارشنبه 17 میلیون دلار را به طور لیلام وارد بازار کرد، اما تا هر روز تاثیر بسزایی در کاهش ارزش دلار در مقابل پول ملی نداشته است. گفتنی است که در سال 2023 میلادی ارزش واحد پول ملی کشور در برابر ارزهای خارجی بیشتر از 26% افزایش یافته بود.